چطور استراب ناشی از بیکاری در دوران کرونا را از خودمون دور کنیم؟ چطور به یکی از اعضای خانواده که در این دوران دچار وسواس شده کمک کنیم؟ به این سوالا امروز جواب میدیم. شما هم سوالاتتون رو به تلگرام BBC فارسی @BBC شما بفرستید با هشتگ از ما بپرس تا مهمون برنامه جواب سوالاتتون رو بده. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. سوالات شما در مورد استراب خیلی زیاد بود. بخش دوم این سوال‌ها رو مجدد از دکتر آرش جوانبخت، فوق تخصص روانپزشکی در زمینه استراب و رئیس کلینیک تحقیقاتی استراب، ضربه روانی و تنش در دانشگاه ایالتی وین میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. وقتتون بخیر. راضیه پرسیده مامانم وسواس گرفته و ما رو هم دیوونه کرده. حتی نون رو هم قبل از گذاشتن در توستر میشوره که ویروس نداشته باشه. چیکار باید کرد با این وسواس؟ اگه این قبل رفتاری بوده که قبلا نداشتن، میتونه بخش بزرگش به خاطر همین استراب با احساس عدم کنترل باشه و اینجوری یه جوری بالاخره حس میکنن دارن کنترل میکنن و ریسک رو کم میکنن. حالا من نمیتونم کسی که باش صحبت نکردم و ندیدم نظر بدم، ولی یکی تو کاری که شما میتونید بکنید اینه که فکت ها و واقعیت ها رو درباره پیشگیری برایشون توضیح بدین. توصیه بهداشتی است که مواد غذایی که میخرین چه مدت باید بیرون بمونه، چه جوری میشه مطمئن بود اونا سالم باشه، اونا رو اجرا کنن. چیزی که شما خودتون باید بپذیرید این هست که ما یه کنترل خیلی کمی داریم رو رفتار دیگران، به خصوص وقتی که میشه پدر و مادرمون. معمولا گوش نمیکنن خیلی که بخوان از ما پند بگیرن، ولی شما اون کاری رو که میتونید میکنید. نهایت واقعیت اینه که بپذیرید خیلی رفتارهای دیگران رو من نمیتونم تغییر بدم. خیلی وقتا بعضی از ما همخونه‌ای داشتیم، همخونه من خیلی کارا میکنه که من دوست ندارم و باش فشارم نمیارم. همون طور هم میشه به افراد خانوادهمون نگاه کنیم. این که من سعی کنم حتما رفتار اطرافیانم رو تغییر بدم خیلی وقتا نمیشه. این رو هم باید پذیرید. مریم میپرسه که مجبورم از خونه کار کنم و ساعت‌های استراحت و کارم قاطی شده. هر وقت میخوام استراحت کنم فکر میکنم نکنه دارم از ساعت کارم کم میذارم و عذاب وجدان میگیرم، در صورتی که 8 ساعت روزانم رو هم کار کردم. خب این که ما خونه نشستیم یه انعطافی میده به نحوه کار کردن، یعنی ما میتونیم یه ساعتی که حوصله نداریم در طول روز کار نکنیم و یه وقت دیگه بکنیم. این یه مزیته. ولی از طرف دیگه همونطور که ایشون گفتن ممکنه کار و غیر کار قاطی بشه. بنابراین یکی اگه چنین سختی هست، یکی از مسائل مهم همونی که اون ساختار قبلی که توی زندگی و کار بود رو دوباره برگردونن. من هر روز اینقدر ساعت از ساعت فلان تا ساعت فلان کار میکردم. حالا اون ساعت فلان تا ساعت فلان چون بیشتر دست خودمونه میتونه به جای ساعت 8 شروع بشه ساعت 9 شروع بشه. ولی بعد از اون ساعت دیگه کار رو میشه گذاشت کنار. من خودم به خاطر اینکه کار پژوهشی هم میکنم دائم ایمیل و کار و مقاله و همه اینا هست. گاهی اوقات به خودم میگم آخه من این کامپیوتر بستم برای 2 ساعت 3 ساعت دیگه نمیام سراغش، یا ایمیلامو دیگه چک نمیکنم بعد از اون ساعت کاری این رو انجام ندی. و حتی خیلی وقتا اینکه محل کار رو از محل بقیه فعالیت زندگی جدا کنی، یه اتاق مثلا اگه ممکن است خونه یا یه گوشه خونه بشه محل کار، دیگه تو اتاق خواب من کارمو یا کامپیوترمو نمیبرم و مغزمون رو شرطی بکنیم که این محل خاص محل کار هست و تو جای دیگه خونه من کار نخواهم کرد. این جور روشایی که کمک کنیم این دو تا از هم جدا بشه. دکتر جوانبخت، محمد الله پرسیده چجوری استراب ناشی از بیکاری و ترس از فقر رو از خودمون دور کنیم؟ سوال سختیه، برای اینکه واقعیت اینه که بیکاری و فشار مالی واقعا استرس‌آور هست، فشار زیادی میاره با آدم میزاد. پذیرفتن اینه که واقعا شرایط سختیه، برای هر کسی سخت بود. منم اگه بیکار بودم و وضع مالی خوبی نداشتم فشار استرس برام داشت. ولی واقعیت دیگه هم اینه که هر چی من بیشتر نگران باشم چیزی رو حل نمیکنه، یعنی مشکل منو حل نمیکنه و اگه میشد با نگران شدن پول در آورد خب خیلی خوب، متاسفانه این نمیشه. گاهی حتی آدم مجبوره از دیگران کمک بخواد و اینکه بپذیرم که آدمای دیگه هم اگه تون شرایط بودن ممکن بود از من کمک بخوان و من کمکشون میکردم. یعنی اینکه تنها بودن توی شرایط سخته، کمک گرفتن از دیگران، حالا چه کمک عاطفی، چه کمک توی کار، چه کمک توی یاد گرفتن مهارتایی که ممکنه به کار پیدا کردن منجر بشه کمک میکنه. یه مسئله مهمی رو هم در آخر اضافه کنم. گاهی اوقات استراب و افسردگی خیلی شدید میشه و دیگه قابل کنترل توسط خود فرد یا کمک اطرافیان و خانواده نیست. مواردی که احساس افسردگی شدید هست، احساس ضعف، کمبود انرژی زیاد، کمبود خواب هست، افراد خواب نمیرن یا تمام روز رو میخوابن،
وقتی که فرد اشتهاش بسیار کم میشه، دچار کاهش وزن زیاد میشه، افکار گناه زیاد، افکار بیارزشی، عدم توانایی لذت از هر چیزی که قبلا فرد لذت میبرد، و خیلی مهم این که وقتی که فرد دیگه تمایلش به حیات کم میشه یا افکار خودکشی داره، بسیار مهمی است که در چنین شرایطی از پزشک یا روانپزشک کمک گرفت، برای اینکه این دیگه بیماری کلینیکال هست و نیاز به درمان جدی تر داره. هادی میگه دنیای ترسناکه. من وحشت ویروس های بعدی که ممکنه بیاد سراغ انسان رو گرفتم و میترسم روال زندگی ما انسان ها برای ابد عوض بشه. این وحشت تا حدیه که به کابوس برای من تبدیل شده، ولی به نظر خودم ترس واقعیه. چطور باش کنار بیام؟ هر چیزی ممکنه. ممکنه که قطعا پاندمی بعدی بیاد، ممکنه که مسائل بعدی پیش بیاد و ما بالاخره هر کدوم از ما یه روزی میمیریم. یه دیدگاه بایش اینه که من الان بشنم و دارم نگران و مضطرب اون چیزی باشم که ممکنه بیاد و اون چیزی که حتما میاد از جمله مرگ خودم. یه راه دیگه اینه که بهش نگاه کنیم، این مثل اینه که من یه مدت کوتاهی منو گذاشتن تو شهر بازی و میدونم که بعد این مدت کوتاهی تمومه. بهترین کار چیه؟ بهترین کاری که بیشترین لذت و بازی که میتونم و تو شهر بازی ببرم انجام بدم. بنابراین من خیلی وقتا با آدم میگم این که بدونید که مرگ وجود داره و سختی وجود داره و ممکن هست. یه درسی که ازش میشه گرفت اینه که من الان تا میتونم از این چیزی که دارم استفاده کنم. ولی خب یه واقعیت دیگه هم این است که آدمیزاد صدها هزار سال ما بودیم و شرایط بسیار سخت‌تر از اینو تحمل کردیم. پاندمی های خیلی بدتر از این بوده در سالهای خیلی گذشته، زمانی که ما در درمان داشتیم، نه امکانات پزشکی داشتیم، نه دانشش رو داشتیم، و نسل بشر مونده و ادامه داده و خواهد ماند و ادامه خواهد داشت. من واقعیت اینه که این شرایط تموم میشه و طب امروز اونقدر پیشرفته هست که بتونه از پس این قضیه بر بیاد و ما الان کنترل بسیار بسیار بیشتری داریم روی زندگی از فکر کن 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، 5000 سال پیش. بنابراین ما بهترین شرایطی رو که بشر هر زمانی داشته داریم و دونستن این میتونه کمک کنه بهمون. و اینکه از این قضیه میایم بیرون، حالا اگه مسئله دیگه پیش اومد همون موقعی که اومد، اگه اومد باش کنار میایم. مهدی میگه اصلا دلم نمیخواد تو این دوران فیلمای روشنفکری ببینم و کتابای سنگین بخونم. از طرفی جو دوستام یه طوری سنگینه که اگه کمتر از مستند سیاسی ببینی از دایره دوستان خارج میشی. چطوری بدون اینکه احساس عذاب وجدان بکنم فیلمهای شاد علکی ببینم؟ فشار اجتماعی میتونه خوب باشه، کمک کنه برای ایجاد رفتارهای خوب مثل ورزش کردن، ولی خب میبینم یه نمونه فشار اجتماعی میتونه خیلی هم خوب نباشه. اگه واقعا گروهی از آدمایی هستن که منو به خاطر کتابی که بخونم یا نخونم بخوان یا نخوان، خب شاید ممکنه که لازم باشه من گروه دیگه از آدم ها رو پیدا کنم. ولی یه طرف واقعیت دیگه ممکنه این باشه که نه، اگرم من برم هر چی کاری که میخوام بکنم اونا بازم منو دوست داشته باشن، ممکنه اونا منو به خاطر چیزهای دیگه ای، به خاطر اخلاقهای دیگه ای دوست دارن تا اینکه کتابایی که میخونم یا نمیخونم. بنابراین من خودم اگه به جای ایشون بودم قطعا اون کاری که ازش لذت بیشتر میبردم و دوست داشتم میکردم. اینکه من بخوام یه عمر به خاطر دیگرانی که چی فکر کنن یا نکنن، یه صحبت قدیمی همیشگی بشر است دیگه. اینکه من بخوام یه عمر به خاطر اینکه دیگران چی فکر کنن، منو بپسندن یا نپسندن، خودم فشار بدم، خب آخرش که چی؟ خیلی ممنون دکتر جوانبخت. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما برای ما بفرستید.